خدمت بینندگان عزیز سیمای آزادی، اشرف نشان ها، همینطور خواهران و برادران مقیم شهر اشرف و خواهران و برادران مقیم زندان دیبرتی، و از شما هم تشکر میکنم که این فرصت به ما دادید که با یاران مقاومت صحبت کنید. خوش بود؟ جهانسوز، خودتون شاهد بودیم که در فرق میشون بگیم یکی دو ماه باقی مانده و برگزاری این گرده همانی به همتون در آستانه نمایش انتخابات رژیم، ما با فورانی از توطئه و شیطان‌سازی مواجه بودیم علیه مقاومت ایران ابتدا، و بعد در ادامه اون با یک حمله وحشیانه دیگه به لیبرتی. فکر میکنید تمرکز این میزان از توطئه ها علیه مقاومت از هر مدل علتش چی بود در این ایام؟ رژیم خب همیشه بر علیه مقاومت توطئه کرده، از روز اول از 30 خرداد نشون داد که واقعا دشمن درجه یکی خودش مقاومت میدونه، چون مقاومت تنها سیستمی هست، تنها ارگانیزیشنی هست که قادر هست که این رژیم ددمنش آخوندار سرنگون کنه. بنابراین هرچی که به این نقطه سرنگونی نزدیکتر میشه، رژیم وحشیتر میشه و بنابراین به دشمن درجه یکش که مقاومت هست بیشتر حمله میکنه. و این مسئله تازه نیست، در همون اوایل انقلاب خمینی جنایتکار اعلام کرد که دشمن ما روسیه نیست، دشمن ما آمریکا نیست، دشمن ما مجاهدینه. بنابراین این دنبالروها و کسانی که خط خمینی رو دنبال میکنن به این کار ادامه خواهند داد و همیشه فشار بر مجاهدین بیشتر و بیشتر میکنن. شکنجه ها ادامه داره، دستگیری ها به خصوص خانواده یاران اشرفی در ایران بیشتر شده و بالاخره این نبردیه که ادامه خواهد داشت و مقاومت با این چیزا جا نمیزنه. شما فکر میکنین رژیم چه اهدافی رو دنبال میکرد از این شیطان سازی که توسط افراد مختلف که زمانی هم شاید در جرگه در کنار مقاومت بودن و اهداف مشخصاً چه چیزی رو هدف گرفته و چرا دست به این کار میزنه؟ به هر حال اینا از پیشرفت مقاومت بخصوص از نظر سیاسی در خارج کشور خیلی وحشت دارن. اسم مجاهدین از لیست قضایی وزارت امور خارجه آمریکا خارج شد بر اثر فعالیت یاران مقاومت و اشرفی ها، و هر روز میبینن که مقاومت چقدر داره رشد میکنه. بنابراین اونا فعالیتشون برای علی مقاومت به مرور بیشتر و بیشتر میشه که تا بتونن این پیشرفت مقاومت رو به یک شکلی کندش کنن. آقای قربانی، اجازه بدین قدری هم صحبت کنیم با شما راجع به داخل کشور. خواهش میکنم. همچنان که مطلع هستید در روزهای اخیر و طبق معمول به بهانه مسابقات و نتایج مسابقات، هموطنان اون بار دیگه به طور سراسری برخلاف دفعات قبل که بعضا در یک استادیوم مشخصی اتفاق میافتاد، در شهرهای مختلف میهنمون دست به تظاهرات زدن و خب تظاهرات تماما علیه این رژیم. فکر میکنید خواستگاه این تظاهرات اونم بعد از انتخابات و حتی انتخاب شدن شیخ فریدون به صدا چی میتونه باشه؟ همونطور که خبر داریم وضعیت داخل کشور و تمام مردم ایران واقعا 95% مردم این رژیم رو نمیخوان و میدونن که این چه کارهایی که داره میکنه برای از بین بردن آزادی مردم ایران، از بین بردن ایران و ایرانی، و خوب توجه دارن کوچکترین فرصتی که پیدا میکنن اون خواسته های درونیشون رو به این صورت اعلام میکنن و از خداشونه که همیشه یه جایی مسابقه چیزی باشه، یا برد یا باخت، بالاخره میزن تو خیابون به جایی که مثلا خوشحالی برای برد بکنن در حین نفرت خودشون از این رژیم ددمنش اعلام میکنن. بیشتر همه
منتظر فرصت هستن. خب باز برمیگردیم حتما صحبتمون رو ادامه میدیم. مجدداً سلام میکنم به شما آقای رفیعی در محوطه سالن ویلپن، فرمود فرود با شما. سلام مجدد دارم خدمت شما. عرضم به حضورتون که در این فاصله هموطنانمون در واقع سرازیر هستن به سمت سالن برگزاری گرد همایی.